صندوق کودکان سازمان ملل متحد درباره وضعیت بحرانی کودکان یمنی هشدار داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف آماری از پیامدهای جنگ در یمن منتشر کرد که از جان باختن و یا مجروح شدن بیش از 5000 کودک و مبتلا شدن 1800000 نفر به سوء تغذیه شدید حکایت دارد. یونیسف همچنین اعلام کرد حدود دو میلیون کودک از جمله نیم میلیون نفر بعد از تشدید مناقشه در مارس 2015 و تجاوز نظامی عربستان سعودی و متحدانش به یمن از تحصیل محروم شدند. یونیسف افزود بیش از نیمی از جوانان یمنی به آب آشامیدنی و نظام بهداشتی مناسب دسترسی ندارند و با آوارگی بیماری فقر و سوء تغذیه روبرو هستند. بر اساس این گزارش حدود 400 هزار نفر برای زنده ماندن به درمان فوری نیاز دارند. وبا و اسهال شدید بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده که کودکان زیر پنج سال یک چهارم آنان را تشکیل می دهند. بر اساس آمار این آژانس سازمان ملل متحد بیش از 5000 کودک در خشونت‌های بعد از مارس 2014 جان باخته و یا مجروح شدند که در مقایسه با آمار مارس 2017 افزایشی هزار نفری را نشان می‌دهد یونیسف خاطرنشان کرد که در پایان سپتامبر 2017 نیز 256 مدرسه به صورت کامل تخریب شده و 150 مدرسه آوارگان جنگ را در خود جای داده و 23 مدرسه در اشغال گروه های مسلح بود. مرتکسر رلانو نماینده یونیسف در یمن اعلام کرد که کودکان یمنی از پیامدهای ویرانگر جنگی رنج میبرند که در آن نقشی ندارند. طبق این گزارش در یمن که فقیرترین کشور خاور میانه و از جمله کشورهای بسیار فقیر جهان به حساب می آید بیش از 11 میلیون کودک به کمک انسانی فوری نیاز دارند